بسم الله الرحمن الرحیم. اول خود ډیر خوشاله یم چې په دغه محفل کې زه ګډون کوم او ماته د ګډون فرصت پیدا شو او ډیر ویاړ کوم په خپل ملي کرکټ ټیم باندې چې اوس انشاءالله او زه یقین لرم او امیدوار هم یم او دعا هم کوو او ټول افغانستان خلک دعای هم کوي دعاګانې هم کوي چې انشاءالله پس لدینه چې دوی به در راتون که لوبه که گده که گدون کهوی انشالله نلیوال لوبه تا لیار پیدا که دا در افغانستان ده پاره یو لوی افتخار وی در افغانستان ملی کرکت لوب دلی تا یو لوی افتخار وی او کرکت بورد تا او سپورتی جامعه تا یو لوی افتخار وی زه یقین لرم انشالله تاسو بیر تراتک در لوی افتخار سره بیا یو ځل بیا د افغانستان خلک ټول ملت د هرې خواوې د افغانستان په یو خوشحالي او په یو خوشحاله او آرامه فضا ستاسو استقبال کوي. اوس چې دغه پلاو ته رسېدلی ده دا ماته معلومه ده دا اسانه نه ده د افغانستان په شرایطو د شرایطو په نظر کې نیولو سره او دا هم کسی ستاسو په ستونزو کې هم زه بلد یم دغه موټر چې نقل و انتقال کوي دا د کرکټ بورډ ټیم دا د دوی د قابلیت او د دوی د توانایی او د دوی د دغه موافقتونه لاسته راوړلنې چې لا تر اوسه لري د دوی په پرتله د دې په پرتله دا مناسب هغه نه و دا ما مخکې ولید په نورو ملکونو کې ډېر سهولتونه ډېر اسانتیاوې لوبغالی ته برابروي. زه په دغه عقله زه یقین لرم چې د افغانستان دولت او کرکټ بورډ په خپل ځای خپل کار کړی دی او خپل هڅې کړی دي لکه مخکې چې ورونه ورته اشاره وکړل اوس لوبغالی شته هرې خواته د افغانستان خو متاسفانه یو ټکي ته باید زه اشاره وکړم په دغه عقله ملي تاجران مسؤلیت په هغه توقع چې د هغوی څخه و ادا کړی نه دي دا توانایي زموږ ملي تجار سره شته چې ټول سپورتي ټیمونو سره خصوصا ملي کرکټ ټیم سره باید چې مرسته وکړي او د دوی ملاتړ وکړي چې خدای وکړي چې خدای وغواړي چې دوی په آرامه فضا خپل تمرینونو ته دوام ورکړي او انشاءالله افغانستان ته نور لاسته راوړنې ولري. بازم بسیار تشکر میکنم، خوش هستم که فرصت پیدا شد. هر کدام شما بازیکنهای تیم کرکت باعث افتخار افغانستان هستین. او زحمتی که هر روز شما در تمرین میکشین یا در جریان مسابقات تکلیفی که میکشین بیشتر شما دیدین که گفتن با وجود تکلیف من کار خودم میکنم، یعنی بعد از مسابقه و من تکلیف پیدا میشه، بعد از دوای درد استفاده میکنم یا ای که با یخ مرهم میگذارم، این خودش غرور ملی افغانا را نشان میده و احساس ملی یک ورزشکار افغان را نشان میده. خوشبختانه در سالهای گذشته ما شاهد دستاوردهای بسیار زیادی در سطح ملی و بین المللی بودیم و این بازی حیثیت ملی را بسیار زود پیدا کرد. او نتیجه کار و زحمت شما بازیکنان است، شما سپورتمین است و در عین زمان دستاورد کرکت بورد است از بخشایی که به نمایندگی از حکومت در این زمینه فعال هستن. شاهزاده سید مسعود در کنارم نشسته، همیشه این مسئله را اینا تشویق کردن. اما چیزی که شایسته شماست، کاری که شایسته شماست، ما تا بال نتانستیم. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما میگم، یک وقتی که ما میخواییم که دوستای خود، هموطنهای خود در بخش کرکت یا در بخشای سپورت دیگر تشویق کنیم، باز میگن که سیاستمدارا میخواین از این استفاده سیاسی کنند. یک نقطه خدمتتان میگم که مثل هر هموطن دیگه سیاستمدارم احساس داره و اکثرشان دارن احساس ملی دارن، در خوشیتان خوش میشن، خدا نخواسته در ناکامیتان خفه میشن. این شما قبول بکنین و امروز که به من جای بسیار افتخار است که در اینجا آمدیم و آمدیم فقط به خاطر تقدیر از شما، تقدیر از کرکت بورد، تقدیر از جامعه ورزشی افغانستان. اما در این وقت شما فکر کنید بسیار فضای سخت سیاسی است،
کلش یک طرف ماندیم، اینمیج آمدیم، به خوشی در پالویتان هستم و امیدوار خوشی های بیشتر هستم. ببینید در این مملکتی که از سر تا پایش غم میباره، فقط شماستین که خبر خوش میارین و من یقین دارم که اینمی تیمی که میره انشالله به یاری خداوند، به دعای مردم افغانستان و به زحمت و کوشش اعضای تیم ملی ما انشالله یه خوشی بزرگ را به مردم ما برمغان میارن و مردم ما از شما استقبال میکنن. در هر حالت دستاوردهای فعلی شما هم دستاوردهای کم نیست، دستاوردهای فعلی شما هم آسان به دست نامده و هر کدام در چهره هر کدام از این ورزشکارا ما چهره افغانای با افتخار و با عزت میبینیم. اینا با اینمی احساس میرن، اینا با اینمی احساس میرن، اینا تنها به خانواده خود، به ولایت خود، به یک سمت افغانستان تعلق ندارن، فرزندا اولادای اینمی ملت هستن، میرن در حالی که گفتم مشکلات ملک ما زیاد است، اینا بیرق پر افتخار افغانستان بالا میکنن و روزی که شما به بازی‌های جهانی را پیدا کنین، او یک تحول است در زندگی مردم افغانستان و شما نمونه های وحدت ملی در این کشور هستین، شما نمونه افتخارات است که افغان ها در دیگر سا آفریده. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و از همه مسئولین شما، از دکتر صاحب، از شهادت صاحب مسعود و سایر همکارایتان در سرتاسر ولایت افغانستان از صمیم قلب تشکر میکنم و همه قدر خدمت شما میگم که همه تشویش های سیاسی ما یک طرف، خوش ما، فکر ما طرف شما میباشه که انشاءالله در این مسابقه که شما با کینیا دارین همه چیزی را که آرزوی شماست و آرزوی مردم ماست به دست بیاره. تشکر از سلیم.